سلام به شما بینندگان عزیز باز با برنامه نصیم نو خدمتون هستیم در خصوص مبحث تسلیس محمد بین کشی شاپ هستم خوشحالم که خدمت شما هستیم فکر کنم برنامه 25 هست ما موزه تاسیس با هم نگاه میکنیم کتب عهد جدید رو مورد بررسی داریم قرار میدیم آیات پراکنده ای رو نگاه کردیم که آموزه تاسیس و الگوی سگانه رو درش پیدا بکنیم کتاب افسوسیان رو به صورت مشخص برگزیدیم چون که از بخشایی هستش که آموزه تاسیس خیلی پررنگ در اون مشهود هستش و آیاتی رو انتخاب کردیم که با دوستان در این آیات یک گذری داشته باشیم هفته گذشته ما افسوسیان رو باب یک آیات سه تا چهار رو اگه اشتباه نکنم رو با هم دیگه نگاه کردیم با. و امروز کتاب افسوسیان باب دو رو نگاه خواهیم کرد آیات چهار تا ده رو با. ولی قبل از اینکه وارد این آیات بشیم میخوام یه تصویر کلی خدمت دوستان عزیز بدیم که مسیر نگاه کردن ما که به کتاب افسوسیان چی هست وقتی در خصوص ما یک نقل قول رو دوباره تکرار کنم تسلیس انجیل انجیل تسلیس یعنی چی؟ یعنی خدا برای نجات بشر یا به صورت خیلی دقیق تر به بخوام بگم بازیافت خلقت خودش نقشه رو میکشه عهدی رو میبنده این عهد در اشخاص تسلیس بسته میشه که بهش میگیم عهد فدیه و بعد پدر پسر رو میفرسته پسر نقشه رو اجرا میکنه و روح رو به کمال میرسونه در قلوب مؤمنین و اونها رو تضمین میکنه تا برکات رو بیابد ما داریم ما داریم توی هفته گذشته و بخشی از صحبت های امروزمون رو از بالا داریم نگاه میکنیم یعنی کاری رو که خدا در زندگی ما انجام میده به صورت مشخص در زندگی ایمانداران و چطور نقشه فدیه رو که کشیده به کمال میرسونه برکاتی رو که به ما و... خودش در عهد کرده که به ما ببخشه و در ابراهیم به او وعده میده رو چطور ما دریافت میکنیم و همین رو ادامه خواهیم داد یه مقدار بیشتر توی باب دوم آیت چهار تا ده نگاه خواهیم کرد و بعد از اون که این مسئله رو نگاه کردیم حالا ما مسیحیان که این خدا وارد تاریخ بشر شده و فدیه بشر رو داره به کمال میرسوده در ارتباط با خدا بر از دریافت این برکات و تضمین شدن یا قانونی شدن مالکیت این برکات برای ما مؤمنین چه برخورد و واکنش نشون میدیم زندگی ما آیا اون هم بوی تسلیس میده آیا الگوی تسلیس در واکنش مسیح نسبت به خدا هم مشهود هست یا به چه صورته یعنی ما در ب... به یک معنا داریم حضور تسلیس رو از بالا به پایین و از پایین به بالا نگاه میکنیم و میگیم که رابطه ای انسان با خدا رابطه تسلیس است باز نقل قولم از دکتر ساسان توسلیم تسلیس مجموعه تجربیات ایمانداران مسیح با خدای زنده است این خدای زنده با انسان وارد رابطه شده نجات بخشیده با اون وارد مشارکت شدن تمام اینها بوی تسلیس میده تمام اینا نشان دنده حضور خدایی هستش که در ذات خودش وایده ولی در اشخاص کثیر و وارد رابطه با انسان شده محت. باب دو آیات چهار تا 11 رو قرائت میکنیم و بعد با هم دیگه نگاه خواهیم کرد خواهی شما قرائت بکنین رو زیاد نه اما خدا انقدر رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطایای خود مرده بودیم ما را به مسیح ما را با مسیح زنده گردانید از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانی تا ثروت عظیم و بقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در ایسای مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست این نجات نتیجه کارهای شما نیست پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفرید تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم دوستان عزیز دنبال رد پای تصیب اینک های تصیب رو با اون فهمی که از آیات داشتیم رو پیدا بکنیم چون صحبت های پولس رسول در خصوص آموزه تصیب خیلی آشکاره خدا خدای پدر هر وقت در مورد خدا صحبت, صحبت کنیم، ده اشاره ده به ده. پدر هستش تئاس تئوس در خصوص پدر صحبت می‌کنه خدا این برکات رو برای ما تعیین کرده در رحمانیت خودش که خدایی که دولتمند هست حالا در رابطه با داره ما صحبت کنه، ما در گناه اول ما در گناه مرده بودیم این چیزی است که کتاب مقدس داره به ما تعلیم میده که ما گناه کردیم در گناه مردیم و حالا به خاطر اینکه این برکات رو دریافت بکنیم که بخشی از این برکات زنده ساختن ما هستش خدا ما رو زنده میکنه خدا مایی که در گناه مردیم رو به وسیله مسیح با مسیح زندگی میکنه توی کتاب رومیان باب هشت این زنده شدن مسیحیان در به مفهوم کل بدن مسیح کار روح قدوس هم هست کتاب رومیان باب هشت این رو هم اشاره که روح خدا هم ما رو زنده میکنه پس خدا ما رو که در گناه مرده بودیم با مسیح زنده میکنه به خاطر اینکه محض فیض نجات یافتیم و ما رو عیسی مسیح که در دست راست پدر هست ما رو هم با مسیح در جایهای آسمانی قرار میده و برکاتی رو که از آن مسیح است بذارید من من دارم با این پیش‌فرض صحبت میکنم که دوستان عزیز آشنا هستم خدای پدر وقتی که پسر رو میفرسته و کار فدیه بشر انجام میشه وقتی که از مردگان عیسی مسیح قیام میکنه خدا اعلام میکنه که او پسر من هست تایید میکنه هر آنچه رو که انجام داده و برکاتی رو که از آن مسیح هست رو هم اعلام میکنه و قانونی میگه او پسر خداست و او برگزیده هست و او عادل هست و بعد که ما به وسیله روح قدوس خدا در مسیح با مسیح زنده میشیم هر آن چیزی رو که از آن مسیح هست رو هم ما دریافت میکنیم تمام ما در تمام برکات آسمانی رو هم به ما میبخشه مسیح به دست راست خدای پدر مینشینه برکات رو دریافت کرده ما هم در مسیح که از مردگان برخیزانیده میشیم در با مسیح هستیم و برکاتی رو که از آن مسیح هست با هم دریافت میکنیم این کار خداست که پسر رو زنده میکنه کار روح قدوس هم هست کلام خدا اشاره میکنه که مسیح رو زنده میکنه و برخواستن ما از مردگان هم کار پدر هست و کار روح القدس هست که ما را زنده میکنه و با مسیح یک میکنه در مسیح این برکات رو دریافت میکنیم این کار سگانه روح ذات قد... خداوند هستش که در اشخاص خودش در نجات ما عمل میکنه ما رو نجات میده پس این تصویر از بالا به پایین هست که چطور خدا عمل میکنه و این نجات رو برای ما و بر ارمغان در میاره ولی در کنار کاری رو که خدا برای ما انجام میده ما هم واکنش رو نشون میدیم وقتی که از مردگان زنده میشیم و زندگی ما متحول میشه تبدیل میپذیریم این روند زندگی ما هم آری از حضور تسلیس نیست بلکه این الگوی تسلیس و این الگوی سگانه هم در زندگی یک مسیح هم قابل تشخیص و دیدن هست به اشاره کردید و صحبت هم کردیم تسلیس در واقع در عمل و در کار هست حتی امروز در زندگی ما یک صحبت تاریخی ما داریم که خدای پدر و پسر و روح قدس این فدیه بشر رو انجام میدن و اون کار که بر روی صلیب انجام میشه توسط تا شخص تاسیس همونطور که مسیح میگه کار رو تموم میکنه اما ورای اون امروز در زندگی من و شما ایماندار هم کار ایسای مسیح توسط روح القدس به اراده پدر داره انجام میشه و اون بخشی هست که نجات رو من حالا از خدا یافتم امروز در این تاریخ نه در تاریخی که اتفاق میفته وقتی مسیح میروی صلیب توسط مکاشفه که روح به من میده اما حالا من در این خدای تسلیس دارم زندگی می کنم همونطور که شما می گفتید این برمیگرده به تجربه ای که حالا من از اشخاص تسلیس دارم روح خدا که بر من این رو مکاشفه کرده چطور امروز در من کار میکنه تا من بتونم با اشخاص تسلیس یا این خدا در ارتباط باشم چون من فکر می کنم ما یک یک مسئله رو که باید دقت بکنیم و متاسفانه الهیات ما یه بخشای یه وقتایی به این سمت اشتباه پیش میره اینه که ما فقط روی این تمرکز کردیم که خدا میخواد ما نجات بده همین فقط نقشه تمام نقشه کتاب مقدس و هدف نجات بوده ولی از یاد میبریم که بعد از این نجات حالا رابطه بین من و خدایی هست که هدف اون هست نجات برای بودن با خدا و رابطه بین اشخاص با اشخاص تسلیس توسط اشخاص است تسلیس هست که باید انجام بشه و اون جایی هست که حالا میخوایم بیشتر تمرکز کنیم روی تجربه یک مسیح یا واکنش همونطور که شما از پایین به بالایی که ما نسبت به خدا داریم میخواد بریم ما هم آیه رو این نگاهی داشته باشم میگه زیرا که به وصله او هر دو نزد پدر در یک رو دخول داریم در خصوص یهودیان و غیر یهودیان میگه که به حضور پدر در یک رو وارد شدیم ز... صحبت اگر بخوایم نوشته پولس رسول رو ب... بفهمیم باید یک درک و یه آشنایی از عهد عتیق داشته باشیم توی عهد ما مبحث خیمه اجتماع و بعد معبد رو داریم معبدی که از دو بخش تشکیل شده اون قسمت ساختمانش بخش قدس و قدس و بخشی رو که مقدسترین جاست م. تخت رحمت اونجا قرار داره و هیچ کس قادر نیست اونجا بره چون نماینده و یا سمبول حضور خداست و اگر کسی بجز اون زمان مقرر و بدون آمادگی وارد قدس و می شد که به وسیله یک پرده زخیمی جدا می شود. داخل می شد حتما از بین می رفت می سال یک مرتبه, مرتبه کاهن اعظم با انجام قربانی ها و آمادگی کامل و مراسم مذهبی که از او خواسته شده بود اجازه حضور به خدا در قدس رو داشت اون هم یک تنابی به پاش آویزون میکردن که با. وقتی که وارد میشه اگر اون شخص بدون آمادگی وارد می شد و می رو بکشن بیرون چون خودشون اجازه ورود به قدس الاقداس رو نداشتن ایسای مسیح این قدس الاقداس رو برای ما باز میکنه مسیر ورود رو فراهم میکنه به خاطر همین میگه میگه که به وسیله او یعنی ایسای مسیح کاری رو که انجام میده هر دو یعنی یهودیان و غیر یهودیان نجات برای همه فراهم شده نزد پدر نزد خدا واژه دیگه که برای پدر در عهد جدید استفاده میشه در یک روح دخول داریم عیسی مسیح کار را انجام میده ما در روح خداوند که بازیاف شدیم از،, از... دوباره مولود شدیم میتونیم به حضور پدر بریم و با او وارد رابطه بشیم و این... این, این مشارکت رو نه تنها با پدر داشته باشیم به وسیله روح به خاطر کار عیسی مسیح بلکه با هم, هم این رابطه رو ایجاد بکنیم چرا به خاطر اینکه این دیوار جدایی ها برداشته شده و کار نجات بخش مسیح نه تنها برای یهودیان هست بلکه به سایر جهان هم انشاء پیدا کرده و هر کسی که ایمان بیاورد بیا نجات پیدا خواهد کرد چه امی و چه, چه یهودی بله که کتاب ابرانیان خیلی بیشتر در خصوص این مبحث صحبت میکنه اگر از آن دوستان راجب خیمه اجتماع و این مباحث بیشتر بدونن که چطور واقعا سمبلی از حضور خداست و چه اتفاقی از کتاب پیدایش تا قضیه فدیه میشه میتونن کتاب ابرانی رو برسی کنن اما بریم کتاب عفت سوسیان باب آیه 14 تا 17 رو بخونیم میگه 14 تا 17 رو بله میگه از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر دوباره داریم راجع این رابطه ای حالا ما با خدای تصدیل صحبت میکنیم زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده در آسمان و بر زمین مسموم میشود که به سبب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود باز میبینیم این رفتن در حضور خدای پدر و اون قوت یافتن از روح القدس تجربه که امروز من در رابطه با خدای خودم دارم در خدای تسلیس به چشم میاد که این واسطه که عیسی مسیح هست در واقع من رو به خدای پدر وصل میکنه به قوت روح القدس پس هنوز ما اون روندی رو که صحبت کردیم در الگوی سگانه داریم میبینیم جایگاه خدای پدر و مسیح و روح القدس رو و کار متمایز اونها رو میتونیم ببینیم چه در نقشه نجات که خداوند به عمل میاره و چه امروز در مقابل تجربه که ما با خدا داریم در دعاها و نیایش خودمون در عمیق شدن در شناخت خودمون با خدا اینجور نیست که نجات اتفاق افتاد توسط سه شخص تاسیس و الان من فقط با یک شخص تاسیس کار دارم و خدای من دیگه دیگه اصلا من با خدای تاسیس کاری ندارم هنوز چون یادمون باشه وقتی داریم راجع به اشخاص تاسیس صحبت میکنیم داریم راجع یک خدا صحبت میکنیم و من با یک خدا در ارتباط هستم از طریق سه شخص به هر شکلی که هست و کتاب مقدس رو به ما باز میکنه که حالا که من میخوام با این اشخاص در رابطه باشم جایگاه هر شخصی چطور هست و من چطور باید با اشخاص تسلی توسط اون روح به واسطه کار پسر نزد پدر تجربه خودم رو با اشخاص تحسیس داشته باشه این نکته هستش که ما معمولا خیلی زود فراموش میکنیم سی اس لویس هم این رو مطرح میکنه که میگه هر وقت ما در حضور پدر دعا میکنیم به نام مسیح دعا میکنیم در روح القدس و این نکته هستش که ما آگاهانه بهش تفکر نمیکنیم و توی دو... من حالا نمیگم توی دعاهای ما باید خیلی مولا لغتی باشیم ولی حضور سه شخص تسلیس رو اگر توی نجات خودمون تجربه کردیم باید در رابطه خودمون هم با خدا در نظر داشته باشیم و آگاه باشیم و بدونیم که در حضور پدر هستیم در نام مسیح داریم دعا میکنیم و به روح القدس در حضور او وارد شدیم پس این, این تمایز اشخاص در زندگی مسیحی هم ما هم باید دیده میشه بعد پروس ادامه میده در باب پنجم کتاب افسوسیان آیات 18 تا 20 میگه و مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و های روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید پولس رسول داره یک زندگی یک شخص مسیحی رو برای ما ترسیم میکنه که این زندگی خدا پسندانه که دوری میکنه از, از مشروبات الکلی از زندگی که تحت کنترل و انقیاد مواد خارجی و که میتونه روی آدم تاثیر بگذاره دعوت میکنه که وارد رابطه با پدر بشید به جای اینکه در این دنیا و وصل مواد مخدر و مشروبات الکلی تحت تاثیر قرار بگیرید و افسار خودتون دستور بدید افسار خودتون رو کنترل خودتون رو دست روی خدا بدید از روح القدس پر بشید در او غرق بشید و میگه با یکدیگر با مزامیر رو تسبیحات گفتگو بکنید با یکدیگر وارد این رابطه ای باشید که در مسیح به دست آوردید مشارکت روحانی رو داشته باشید و میگه که در دلهای خود به خداوند به عیسی مسیح بسرایید و ترنم نمایید این رابطه ای رو هم با پسر داشته باشید و پیوسته به بخ... خاطر هر چیز به هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند مایسای مسیح شکر کنید این رابط رابطه تسلیس رو که در اجین شده در زندگی مسی در فهم او در درک او از کاری که خدا انجام داده و در رابطه با کلیساش میبینیم که خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم در نوشته های پولوست رسول و نادیده انگاشتن این مسئله این هستش که ما در, در نهایت ذات خدا رو خوب از کتاب مقدس درک نکردیم باز ممکنه همون اشتباهات رو داریم تکرار میکنیم که خیلی در طی تاریخ تکرار کردن یا به بیشتر بر روی وحدانیت تاکید بسیار زیاد میکنیم که تشخیص اشخاص تستیس رو از دست میدیم یه گاهی اوقات اینقدر روی تشخیص تاکید روی اشخاص رو ما روش تاکید میکنیم که از اون ور وحدانیت رو و از دست میدیم و گاهی اوقات متهم میشیم به سه خدا باوری بعد این دو تا حقیقت رو در دست داشته باشیم و حضور خدای تستیز رو در نجات و در زندگی روزانه یک مسیحی هم اعتراف بکنیم من میکنم هدف از بررسی این موتون بیشتر اینه که به این فهم و درک برسیم که تجربه یک مسیحی تجربه تاسیس محوران است یعنی توی زندگی من مسیحی من با نه فقط ریجنریشن ری یا ابتدا یا اون تولد تازه من توسط تسلیس انجام شده اما من هر روز زندگیم رو با خدای تسلیس در ارتباط هستم من هر روز زندگیم رو توسط روح خدا به بقو... با... خاطر کار مسیح و حتی با مسیح و با پدر در ارتباط هستم من خیلی وقتا دیدم عزیزن که میخوان دعا بکنن اشخاص تاسیس رو طوری با همدیگه قلمداد میکنن که هیچ تمایزی بین اینها نیست میگن که ای پدر ما که جان خودت رو بر روی صلیب دادی تو رو شکر میکنیم و من فکر میکنم من مسیحی هرچی بیشتر توی این متون غرق میشم و هرچی بیشتر کتاب های رسالات رو با عمق بیشتری بررسی میکنم حالا بهتر میتونم وقتی میخوام با ای خدای تسیز در ارتباط باشم درست خداوند رو بپرستم و درست در ارتباط با این خدا باشم هنوز با وجودی که ما وقتی داریم وجود خدا صحبت میکنیم وجود یک خدا داریم صحبت میکنیم ولی ما تمایزی رو در روی کسی که خون خودش رو برای صلیب میده قائل میشیم و اون برای مسیح هست که میگیم تجسم یافته پس باید مراقب باشیم خیلی مسئله ساده ای نیست اینو مترف هستیم و به شما از این طرف هم خیلی ملالاقتی بشیم ولی باید در نظرم بگیریم که در این وحدانیت ما تمایزی رو داریم که با بیشتر خوندن این رسالات بهتر میتونیم درک بکنیم که چطور حالا من با یه چنین خدایی در تجربه هستم همونطور که شما گفتید از توی زندگی مسیحیم و تجربه من حالا چه با مشروب چه با مسائل دیگه من چطور میتونم از خدای تاسیس و درک خدای تاسیس کمک بگیرم که حالا بتونم زندگی درستی داشته باشم خلاصه رسول در باب 6 آیه 11 کتاب افسوس میگه خلاصه برادران من در خداوند و در توانایی قوت و زور آور شوید اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرای ابلیس مقاومت کنید در خداوند یعنی در عیسی مسیح پسر خدا زوراور بشیم اما چطور باید زور بشیم اسلحه تمام خدا رو اسلحه تمام پدر رو بپوشیم و بعد توی آیه 17 یه مقدار جلوتر است و قرائت نکردم بخشی از این سلاحهای روحانی رو که به ما نشون میده شمشیر روح خدا است. بنابراین توی زندگی روحانی زمانی که باید تجهیز بشیم برای اینکه با مشکلات زندگی بجنگیم اصول اخلاقیات مسیحی رو نگاه داریم و پایبند باشیم به باور آن چیزی رو که به ما سپرده شده به انجیل مسیح باید از خدای زورا زورآور بشیم تا بتونیم در این مسیح گام برداریم خیلی جنبنی بکنیم در این بخش باید از آن چون صحبتهایی که که میکنه میخوره سنگین هست و بعضی اوقات استفاده از شخص تسلیسی خود پیچیده تر هم میکنه مسائل رو یه جنبنی کلی بکنیم که بعد از آن بتونن حداقل یک بخش خلاصی و از این داشته باشن نخواهش میکنم صحبت سر این بود توی سه چهار جلسه گذشته خواستیم خواستگاه کتاب مقدسی تسلیس رو پیدا بکنیم. آیا آیا های خیلی زیادی رو نگاه کردیم و به صورت مشخص تو این دو جلسه گذشته کتاب افسوسیان رو چند تا آیه رو برگزیدیم که نشون بدیم نشون بدیم که خدایی که دست اقدام به نجات انسان زده خدایی که از ازل عهد بسته با خودش تا انسان رو خلقت رو به صورت کلی کائنات رو فدیه فید، ببخشه بازیافت بکنه و با حالت نخستین خودش برگردونه خدایی نیست جز خدایی که کتاب مقدس به ما معرف میکنه و اون خدای تسلیسه خدایی که واحده اما در اشخاص کثیر هست و اجرای نقشه فدیه بشر در فهم ما از خدا در زیر سایه تسلیس است که مفهوم درستی رو و منسجمی رو پیدا میکنه خدا از ازل پیش از بنیاد عالم در خودش اقروم تسلیس عهد میبندن تا انسان رو نجات بدن و بعد پدر طراح نقشه پسر رو میفرسته پسر اجرا میکنه نقشه رو و بعد روی قدوس خدا برکاتی رو که از پدر نشأت گرفته رو در زندگی ما به کمال میرسونه تضمین میکنه از آن با میکنه و بعد حالا ما ای که بازیاف شدیم از نو مولود شدیم ما ای که از آن خدا شدیم و این نجات رو به قوت رو دریافت کردیم ادامه زندگی مسیح خودمون هم مدیون خدایی تسلیس هستیم خدایی که به حضور خدای پدری که به حضور او دعا میکنیم به نام عیسی مسیح و در روح خداوند با او مشارکت داریم مشارکت ما نه تنها از پایین به بالا هم تسلیس مهورانه است بلکه مشارکت ما با هم دیگر هم در 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 صلیب در تسلیس عیسی در خدای خدای واحد حقیقی معنا پیدا میکنه که به حضور پدر با هم امتها و غیر امتها در روح دخول داریم به خاطر کاری که عیسی مسیح کرده در مسیح به حضور پدر در روح خدا با هم مشارکت داریم و میتونیم خدا رو بپرستیم پس زندگی مسیح از نجات تا به کمال رسیدن در حضور خدا به شباهت پسر یگانه ای او رسیدن کار متحدانه اشخاص تسلیس هست که نویسندگان رسال رسالات به صورت خیلی واضح اون رو بیان میکنن هرچند به شکل فرمول به ما ارائه داده نشده ولی حتما لازم نیست که این, این،, این آموزه رو به شکل فرمول در کتب عهد جدید پیدا بکنیم بلکه مفهوم اون بسیار واضح و آشکار هست و بعد میبینیم توی شوراها به خاطر اینکه بتونیم این داستان تاریخ فدیه بشر رو بفهمیم و کار خدای تسلیس رو درک بکنیم اون رو به شکل فرمول اصارش رو در میاریم و سعی میکنیم در, در کوتاه شکل ممکن در, در شیواترین شکل ممکن اون رو بیان بکنیم تا هم خدا رو بفهمیم هم نجات رو ده بکنیم و هم زندگی مسیر رو در زیر سایه خدای تسلیس بتونیم توضیح بدیم بله و همینطور که گفتید جالبه ما خدایی رو داریم که با آشکار کردن ذات خودش در تسلیس رابطه ای رو با انسان که گناهکار بود دوباره برقرار میکنه و در این رابطه ای که حالا ما از درک خدای تسلیس پیدا میکنیم در ارتباطمون با خدا میتونیم رابطه ای بین همدیگر رو درک بکنیم یعنی در نهایت میبینیم از خداشناسی که خدا بر ما مکشوف میکنه ما به انسان شناختی میرسیم که در رابطه با خدا و با همدیگه میتونیم تعریف بهتری داشته باشیم و توی برنامه اول من فکر می سری اول تو برنامه اول این سری می کنم صحبت از اهمیت تسلیس کردیم تا یه حدودی و شاید در آینده بیشتر از این صحبت بکنیم ولی باز می تاکید بکنیم اگر خدا خدای تسلیس نبود ما هرگز نمیتونستیم به این شکلی که خدا میاد بر روی زمین و تجسم پیدا میکنه و از خودش به ما شناخت میده اون شناخت عمیق رو داشته باشیم چرا که خدا موجودی فرا باشنده و درک این درکی که ما از خدا داشتیم خیلی انتظایی تر می بود و بعد چطور با همدیگه ارتباط بخوایم برقرار بکنیم جز اینکه سری دستوراتی رو داشته باشیم شناختی رو که خدای تسلیس به ما میده برای ارتباطمون با خدا و با همدیگه خیلی عمیق تر و خیلی ملموستر از این حرفها است حالا بیشتر این خواهیم چقدر با درک عمیق‌تر تاسیس ما میتونیم بهتر و بهتر کاربرد عمیقی رو تو امروز تو زندگی امروز کلیسا توی آخرت شناسی و توی مسائل دیگه داشته باشیم از اون بعد با ما صبور باشن این صحبت ها صحبت طولانی خواهد به خدمتتون پس ما فکر می‌کنم توی این برنامه پرونده بررسی کتب عهد جدید رو در فهم آموزه تاسیسی جورایی می‌بندیم و به فیض خدا ما از برنامه‌های بعدی وارد بررسی تاریخ کلیسا خواهیم شد که خب حالا این, این مستندات برای ما وجود برای کلیسا موجود است تجربه کلیسا در این کتاب نهفته است و حالا پدران کلیسا بعد از فوت رسولان با برگشتن و مطالعه این, این کتب چطور دارن میفهمن و چطور دارن این رو پرورش میدن در خودشون و در کنار فهمیدن و هضم کردن و جذب کردن حقایقی که در کتب عهد جدید برای ما وجود داره میبینیم که حملات دیگه ای رو هم از خارج وارد کلیسا میشه افرادی هستند که ایمان مسیح رو مختوش کردند کردن با فهم به هم ریخته خودشون سعی میکنن که راستین رو مورد خطر قرار بدن پدران کلیسا در برابر این،, این تعالیم نادرست و کذبه ایستادن و همین تنشی که بین راستینی و معلمین کذبه در طی تاریخ به وجود میاد فرصت مناسبی رو ایجاد میکنه که کلیسا بشن فکر بکنه و فرمولی رو از آموزه های خودش ارائه بده که بتونه خیلی سریع، خیلی شیوا و بدون ابهام حقایقی رو که در کتاب مقدس وجود داره و خودش بهش مترف هست رو ارائه بده به شکل رسمی و بگی که ما کلیسای مسیح به این حقایق معترف هستیم که ما به صورت مشخص داریم آموزه تثلیث رو در این خصوص بررسی میکنیم به فیض خدا از هفته های بعد وارد تاریخ کلیسا خواهیم شد و پدران کلیسا رو جستین شهید رو های و نوشته هایی مثل دیداکر رو با همدیگه نگاه خواهیم کرد و بعد همینطور از تاریخ کلیسا وارد زمان معاصر خواهیم شد که امروز الهیاتان در باب تاسیس چطور صحبت میکنم امیدوارم که باعث برکت دوستان عزیز بشه بازم نظرات خودتون رو برامون بگذارید حرف همین اگر موضوع دیگه هم دوست دارید بعد از سری تسلیس ادامه بدیم رو باشه